بابا من که میگم این حرفا همش مزخرفه. بله منم همینو میگم. من حاضرم بهتون قول بدم. تو الان چیزی که من گفتم تو هم همونو تایید کردی دیگه، برای چی قول میدی دیگه؟ هم یه حرفمون یکی بود عزیز. آره. ولی خب اگر واقعی باشه که فردا هممون میمیریم که. آردان من اصلا دوست ندارم بمیرم. حالا این حرفا چیه بابا جان من؟ اینا شایعه است، اینا صحت نداره، چون گرفتاری شدیم بابا. بله دقیقاً. اصلا یعنی چی این همه ما فضای خالی کهکشان صاف این شابسنگ بخوره به ما؟ نه بابا. اصلا الکی همه. اگه بخوره ولی یه دفعه بخوره چی؟ من چه میدونم؟ من اصلا یه پیشنهاد دیگه دارم. الان رادیو روشن کن، مگر همچین خبری باشه خب رادیو میگه دیگه. طبق آخرین اخبار رسیده ایستگاه فضایی بین‌المللی شهاب‌سنگ R2D2 که هر 1350 سال یک بار در مداری که طی می‌کند از زمین عبور می‌کند، فردا در ساعت 23:42 دقیقه به نزدیکترین فاصله اش از زمین می‌رسد. محققین و رصدشناسان امروز اعلام کردند که اگر این شهاب‌سنگ که هر بار به زمین نزدیکتر می‌شود تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین قرار بگیرد، امکان انحراف آن و برخورد با زمین وجود دارد و در صورت بروز چنین اتفاقی حیات خاکی در کره زمین کلی نابود خواهد شد. و اینک چند خبر هنری. پخته شدن یک سوسیس 50 متری در تایلند، زایمان 18 قلو یک سگ در فرانسه و آتش سوزی جنگل های کانادا عناوین این بخش از خبرهای هنری ما هست. آقا بام شد، دیدی چی شد؟ یعنی همه ما میمیریم؟ بابا جان مگه نشنید؟ اجازه بدین، مگه نشنیدی الان چی گفت؟ میگه که گفتش که احتمال برخورد از کنار زمین عبور کنه، احتمال انحراف آن وجود دارد. نگفت که حتما میخوره، گفت انحراف احتمال چه درسته. ببین ولی اگر روی شیشه های مربع رو خونده باشید همیشه نوشته که احتمال وجود هسته در این مربع وجود دارد. اگه یعنی هر دفعه ما خوردیم بوده هسته. خب حالا چیکار کنیم الان؟ چی کنه؟ بله پدر جان هممون فردا شب میمیریم. نگو از این حرفا. چرا؟ کی گفته اینو؟ میشه دیگه گفتن دیگه، میشه دیگه. فرداست. فردا میمیریم. من میخوام دم بگیرم. بله؟ میخوام برم دم بگیرم. پدر جان زنگ گرفتن رو فراموش کن. فردا همه میمیریم. فردا؟ بله بله. خب تو فردا بگیرم. کجا میری؟ میرم دم بگیرم. رای کاراتونو کردین؟ چه کارایی میکنیم؟ یه روز دیگه بیشتر عمرمون نمونده. چی؟ هزار تا کار میشه که من خودم هزار تا کار کردم. مثلا رفتم الان دوربین شکاری خریدم. ببخشید آقای کوروش، دوربین شکاری برای چی؟ خانم جدا شما میسته که متوجه نیستین. R2D2 داره میاد. هر 1350 سال یک بار این اتفاق میفته. مگه آدم چقدر شانس داره R2D2 رو ببینه؟ ها؟ نه خود شما. ما الان با بچه‌ها همه چی خریدیم، ججه اینا میاد. داریم میریم بالا سیب بخوریم، بشینیم نگاه کنیم این میخوره. همین. نه، اگه منظورت اینه ما بیایم، ما نمیایم. برای اینکه من دوست ندارم شاهد این باشم که شهاب‌سنگ به من بخوره، بهتره که من خیلی درد نمیام. حیف بام شد از این حرفا. حیف شد، ولی حیف شد، واقعا حیف شد. آقای کوروش ببخشید، هی میگید حیف شد، حیف شد. چیزی حیف شد؟ الان براتون میگم. ببینی حدوداً هر 500 سال یه بار یه دونه دیگه از این شهاب‌سنگ‌ها از نزدیک کره زمین رد میشه، اسمش C3PO. از توی راه کهکشانی اینجوری میاد، اسممون یوداست. خب بعد این اگه ما 400 سال دیگه، آره 400 سال دیگه میخوره به کره زمین، ما اگه فردا نمیمردیم میتونستیم اونم ببینیم. آقای کوروش من موندم شما با این هوش سرشاری که دارید چی شده منظم نشدید؟ آخه 500 سال دیگه مگه میشه اگه فردا نمیرید 500 سال دیگه نمیرسید اونو ببینید، چون سنتون اجازه نمیده. آره خانم علم پیشرفت میکنه، برای معلوم نیستش که. وای بام شو، انقدر این آقای کوروش پسر خوبیه، انقدر پسر خوبیه، ولی انقدر بعضی موقع از دستش هرس میخورم که میتونم خفش کنم. نه عیار، چرا هرس بخوری؟ حیفه. تو بیشتر عمرت کوتاه میشه، هر هرس خوردنی عمر کوتاه میکنه. پس سعی کن سلامت تو حفظ کنی که عمرت کوتاه نشه. بام شو برو خونه. با هم بریم؟ برو. باش. برو، وقت ندارم بام شو. الو سلام خانم، حالتون خوبه؟ ببخشید من دکتر جابری هستم، بعد میخواستم که قرارتون رو برای پس فردا ببخشید کنسل بکنم. بله
بله نه نه، به خاطر اینکه خانم چجوری شما پس فردا میخواین بیاین وقتی که همه ما قرار فردا بمیریم. خب بله اگه خیلی ضروری اشکالی نداره فردا ظهر تشریف بیاریم. بله بله با اجازتون، خدافظ. فردا ظهر میخوان تشریف بیارن دندون پزشکی؟ بله، آخه میدونی اردل خیلی دلم براش سوخت، نیست میخواد شب بره عروسی، میخواد که جرم نداشته باشه دندوناش. تموم شد؟ پدر جان خیلی خوب، حالا انتخاب میگنم خیلی خوب. خب سب کن، انتخابت هم کردی لابد نه؟ بله. چی هست؟ بابا خاله ساعت دیگه. خاله ساعت؟ بله بله، من تو تعجب کرده اینقدر توی این خونه داد و بیداد آدم اصلا نمیتونه یه شماره بگیره. من اصلا میرم بابا جا... منیجه 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 پدر جان، من برای خواستگاری باید برم شهرستان. آخه یه روز وقت داریم که شهرستان. من به شهرستان ارتا کار ندارم. من امشب دارم میخوام. عجب گرفتاریش. منیجه بابا منیجه. آی پیردوس کجا رو ما باید امضا کنیم؟ همینجا رو امضاش کن آجون. بیا این امضاش کن زیرشو. به سلامتی میخوایم مغازه رو بفروشیم. آره دیگه آره، اونجا رو امضاش کن شما. من موندم کدوم ابلهی یه روز مونده به عمرش میخواد مغازه بخره. من دارم میخرم. آها تو میخوای بخری. میخوای چیکار مغازه؟ امضا کنین شما. توسعهش بدم. بله توسعهش بدم. توسعهش بدی یه فردا میمیری میخوای مغازه توسعه بدی؟ بله بله. آقا شما به این کارا چیکار؟ ایشون بچه که نیست، خودش عقل کل خودش میدونه چیکار. من امضا کنم. عزیزم آقای پیردوس حرفی میزنی؟ شاید این آقا الان عقل نداشته باشه. شما باید بفروشی. یعنی چه عقل نداشته باشه عزیز من؟ آقا شما به این کارا، شما امضا تا بکن عزیز جان. به این کارا کار نداشته. آره قربونش. شما کلاهبرداری آقای پیردوس. میگه کلاهبرداری. میخواد بدونین چند خریدم مغازه رو؟ چند خریدی؟ 5 میلیون. 5 میلیون کلاهبرداری که همینه. من میگم آقا تو امضا کن. 5 میلیون کلاهبرداری آقا. تمام وسایلش خریدی. تو حرف نزن با اون. آقا امضا کن شما. همه اینجا رو با وسایلش خریدی 5 میلیون. بله بله. ولی خوب یه روز مونده به عمرش 5 میلیون باز میارزه. آقا جان آقا شما اونو امضا کن. به این کارام کار نداشته باشین. امضا کن بده به من. خیلی خوب بابا تو هم پشتی ما رو. امضا کن تو کار نداشته باش به اونا. آره قربونش امضا کن بده من. بگیرین بابا. آها خود کارم بده. یواش خود کارم. اینم کیف پولت. دست درد نکن. آقا جان ما رفتیم هند دیگه. ما رو ببین هر چی بدی اما دیدیم فراموش کنین. خدا حافظ. هند هند رفت چیکار؟ ببخشید شما چیزی لازم دارید الان؟ ما شیکاگو نداریم. ما ببخشید چقدر این وقیه؟ تو خودت گفتی بیایم اینجا. خب الان اگه کارتون تموم شد بفرمایید تشریف ببرید بیرون، برای اینکه میدونید چرا توقف بیجا مانع کسب است. اگه من فردا نمیمردم الان میکشتمت. حیف که فردا میمیرم. برو بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوب؟ بله ممنون. داخل تشریف داشتین؟ بله با اجازهتون. بله بله. ببینم شما خونه تمیز میکنی؟ بله خونم تمیز میکنیم. بله خونم تمیز میکنی؟ بله بله خونم تمیز میکنم. ببین خونه ما رو میای تمیز کنی؟ بله چرا. من چون به عیالم قول دادم، گفتم که خونه رو برای تمیز میکنم، خودم حال ندارم. میام فردا میخوای بمیری بابا. خونه برای چی میخوای؟ آقا شما چیکار داری؟ حواست کجا؟ یادم نبود درد آقا شما چیکار داری؟ به شما چه مربوطه؟ آدم خوبی میخواد بمیرم تو جای تمیز بمیره. چرا نون مردم رو آجر میکنی؟ اینا چیه با خودت میبری؟ خرت و پرته. خرت و پرته خونه ما میبری؟ بله. خانمتون دادن. گفتم ببر. خانمم دادن. چی چی هست؟ به تو چه من فضولی تو؟ دی. بله. بیا بریم آقا جون. آقا این ماهیانه ما رو بده. بله؟ این ماهیانه ما رو بده. امروز بهت ماهیانه دادن. ای بابا تو چه فردا میخوای بمیری؟ حالا این همه پول با خودت میخوای بری تو گور خاک؟ بده دیگه. دستی مبارک. برو دستی درزه. عیدتون هم مبارک. این خوبه عروسی بلن؟ بله پدر جان خیلی قشنگ. خاله ساعت خوشش میاد؟ بله پدر جان خیلی خوششون میاد. ولی میدونین چیه پدر؟ زندگی خیلی وحشتناک. به جایی که من پسرم رو توی لباس دامادی ببینم، باید پدر شوهرم رو تو لباس دامادی ببینم و دیگه هیچ وقت چنان روزی رو نخواهم دید. فرقی نمی کنه دخترم، که از صحبت یه می کنی؟ فرقی نمی کنم بسرش نگم من عرض می کنم. سلام علیکم. سلام اردن. شما دارین چیکار میکنین؟ داریم لباس خواستگاری پدر رو امتحان میکنیم. آخه
پدر جان ول کن، آخه وقت این حرفا نیست. چه گرفتار شد؟ من امشب دم میخوام. بابا جان اون شهرستان خالصان ما که نمیتون ماشین هواپیما و اینا رو بچی گشتن. پدر جان ول کن، کوتاه بیا عزیز من. من ول کن نیستم. من امشب زن میخوام. خب بفرمایید، حالا شما میرم. بفرمایید صحبت میکنیم. بفرمایید. خیلی خوب بفرمایید. چرا گریه میکنی حالا هی؟ پس چی کار کنم اردن؟ این چیزه اومده بود اینجا؟ رفتگره؟ بله. چیز بهش دادی؟ ماهیانه بهش دادی؟ بله اردن بهش دادی. ماهیانه بهش دادی؟ بله. شیش بار از من ماهیانه گرفت، 60 دفعه امروز دیگه ماهیانه برای چی بهش دادی؟ این چیزه بخچه چی بود با خودش میبرد؟ بخچه؟ آخه یه خورده خرت و پرت بود، دادم ببره. میدونم، میشه بپرسم چه خرت و پرتی؟ بله اردن میتونی بپرسی، چون کچلوار تو بود. کچلوارای من؟ بله. کچلوارای من برای چی؟ من کلی پول بالا اونا دادم. اشکالی نداره اردن، بذار که اون آخر عمرش خوش لباس دور از جون بمیره و تو ناراحت شدی؟ نه حالا خوب شد حالا اون کفشنوهامو ندادی ببرم. چرا اردن؟ دارم دادم که قشنگ بشه کامل. کفشنوهامو دادی همه رو برد؟ بله. ناراحت شدی؟ نه بابا. خیلی خوب، حالا برو. آخه دق کردم اگه گریه دیدم تو این چند روز. برو. کفشامو برای چی دادی؟ کجا برم؟ میگم اردن، نکنه واقعا امروز آخرین روز عمرمون باشه؟ هیچ بعید نیست. میگم چیزه اردل، من چطوره برم دوتا چای بیارم با هم بخوریم؟ شاید فردا دیگه هیچ وقت نتونیم با هم چای بخوریم. خوبه؟ من همیشه از پیشنهادهای تو استقبال کردم. بله بله، پس من میرم چای بیارم. یا اردل صدا چی بود؟ این همیشه آب سنگلا بود خورد زمین. ایوا اردل، اردل اونا که بخورد فردا شب که بخوره زمین. آره میگم شاید سرش خلوت بوده، من همیشه به نلو خورده به زمین. اردل اردل چی کار کنی؟ پسرم خوابیدی؟ بله خوابیدی؟ خوابیدی بله بله. نه شما جایی تشریف ببرید؟ میرم ترمینال. ترمینال؟ ترمینال برای چی؟ میرم خواستگاری خانه ساعت. پدر جان ول کن، آخه الان که وقت ازدواج نیست که. قربونت برم. چیه؟ حسودیت میشه؟ حسودی چیه؟ میگم این روز آخر عمری بشین یه ذره با هم حرف بزن. بشین بمیر تو، من میخوام برم. اردل. بله بله. اردل میگم تو بله. نخوابیدی؟ من چرا نه دیشب اصلا نخوابیدم. آخه اردل میدونی که برای پوستت خیلی بده که نخوابیدی؟ بله. این چیزه میگم منیجه. بله. ما یعنی واقعا چند ساعت دیگه میمیریم؟ اردل دوباره یادم انداختی که میمیریم. دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد اردل. نه دیگه فکر نمیکنم. میگم اردل، من همیشه دلم میخواست که توی پیری بمیرم، دلم نمیخواست جوون بمیرم. خوش به حالت اردل. خوش به حالم برای چی؟ خوش به حالت به خاطر این که تو دیگه پیر شدی، عمر خودتو کردی و حالا اگه بمیری آخه ولی زیاد اشکالی نداره. مسواک میزدی؟ آره دیگه. بفرمین مسواک بزن. با اجازه. اون
اون چیه گذاشتی رو سرت؟ خانم کار از محکم کاری که عیب نمی کنه. این شهاب آسمانی که داره میاد بخوره به خونه، این محافظ سر منه. حالا سرم چیزی نمیشه، دقل اینه دیگه. تو هم حوصله داری یا؟ میگم عیال، بریم لواسون. لواسون برسی؟ برای که من یه رفیق دارم اونجا یه ویلا داره، سونا جکوزی داره، حالا اونش هیچی. بعد اینکه اصلا رو گسل نیست، یعنی اون طرف گسل نیست، این امنیت. ببین، گسل برای زلزله است. الان شهاب داره میاد، شهاب بیاد بخوره به زمین، هممون پود شدیم. به گسل و هیچی هم ربط نداره. میگم که دوست داری برات نهار چی درست کنم؟ دوست دارم نهار با گالیپولو و ماچه. چرب داری میمیره، میگه رژیمو ولش کنست. باشه، میگم حالا اگه نهار درست کردیم این نهار رو ورداریم بریم خونه مندیدینا، این آخرین غذای عمرمونو با هم دیگه بخوریم. آره فکر خوبیه. باشه، ولی یه چیزی، اون قابلمه رو از کجا برداشتی؟ از رو گاز که بر نداشتی؟ چرا، رو گاز بود. آهان، پس فکر کنم قبل از اینکه بریم نهار بخوریم مجبوری یه دوش بگیری، چون ته اون قابلمه قرمه سبزیی مال خورشت دیروز بوده، گوشته بودم رو گاز بشورم. دم آخری دوست ندارم قرمه سبزی بدم. شو یواش دستت درد میگیره. چیه دستت؟ ببینی عردی خانم غذا پختم، گفتم که بیام که چیز این آخرین نهار زندگیمونو با هم دیگه بخوریم. آخه مشتی جان چه کار خوبی که خیلی خوش آمدی، مشرف بودیم. بفرمایید تو، بفرمایید شما رو میگم، بفرمایید لطفا، خواهش میکنم. بله بفرمایید دیگه، میل کنید، سرد میشه. بخور دیگه روی. من میل ندارم. بخور بابا، داری میمیری. بخور، میچسبی دیگه بالاخره. آره سعی کن بخوری، شاد باشی. اردن یکم بخور. آره نمیتونم من که الان انقدر میخورم که همینجوری تا اینجا بیاد اصلا نمیتونم بابا. وقتی به این فکر میکنم که این شهاب سنگ که بخوره به من پود میشم. نه آی پشته چی کار کنیم؟ من میگم که اصلا بیاید یه تارت تو که با مزه تعریف کنیم، یه ذره روحیمون عوض. آره آره خیلی خوبه. نه ای بام شو، تو یه دونه از اون جو که با مزه تعریف کن. آره آره یه روز یادم رفته، نمیدونم. اصلا خودم تعریف میکنم الان یه جوک براتون. یه روز خب یه دونه شیره میره تو جنگل. بعد همه جونی شیره میره تو جنگل. بعد اردل بگو دیگه بقیهشو تو بگو. من چه میدونم چیه، من نشنیدم اینجا گو چی شیره. اصلا همکاری نکنی با من، خب یه جوی خودت بگو اصلا. آهان تو یه دوتا به مرغ، نه یعنی یه مرغ به میرسه به مرغ دیگه، میگه تو نوک داری؟ اون یکی میگه چند دهم میخوای؟ خیلی بیمزه بود، خیلی بد بود. چی کار کنیم حالا؟ خب من پیشنهاد میکنم که اصلا حالا یه خاطره خیلی بامزه تعریف کنیم. آره آره یه خاطره خنده دار. بگید ما روحیه بگیریم. خب من تعریف میکنم. یه روز من داشتم از کلاس کاراتمون برمیگشتم، بعد یه دونه آقای اینطوری رد شد، پاش گرفت به جدول، افتاد وسط خیابون. بعدش چی شد؟ بعد یه دونه کامیونش از روش رد شد، له شد، بام شد. چقدر شاد شدی، خیلی ممنون. حالمون خوب شد. چیه؟ نه چیه چیه. من میگم یه شیرین کاری خب لاغر الان انجام بدیم. بله آره شیرین کاری. صدای پشه بلدم دارم. نه نه بذارید بهترین شیرینکاری رو من انجام میخوام بدم. روپایی زدن شیرینکاری محسوب میشه؟ محسوب میشه، ولی اینجا که خب جاش نیست که. خانم شما حرف بزن، بنده شیرینکاری. آخر عمری بام شد با من اونجوری حرف نزنه. خیلی خب حالا بگین آقای بابا. اجازه بدید من براتون یک شیرینکاری میکنم. این بگی حالت مسابقه است. ببینید زیتون با دو انگشت برمیدارید یه اینجوری و اینو بعد اینجوری بخورید. حالا بهتون میگم. ببینید بام شو، بزن پشت زردی خان، خفه نشی، بام شو. وای آروم بشین بابا. اصلا بام
پاشو پاشو بریم خونه خودمون اینجا خیلی بهتره. ببخشید خدافظ. منم انگشتمو بلد بودم اینجوری قایم کنم. نه خوشم اومد، خوشم اومد. بله خوبه، ابتکار خوبیه. بل. من قول میدم خودم دیگه بیام پلو. بچه‌ها چه چه اینا بالا اومدن همه رو میگم بیان اینجا. بله خیلی ممنون. منم قول میدم که به همتون تخفیف بدم. مرسی ساید. ولی حیف که امشب هممون میمیریم، اگر نه کارت میگیره. مهم نیست، مهم اینه که من مغازه‌دار شدم. آره فقط همین مهمه. فقط همین مهمه. سلام آقای پیردوست. سلام علیکم. بابا اینجا چی کار میکنین؟ باید بری هند. زیاد صحبت نکن، اعصاب ندارم. چرا میخواد یه شیکاکو خنک بهتون بدم اعصابتون خیلی خوب میشه؟ نمیخوام، لازم نیست. بابا این آرتودیتو داره میاد، دیر میشه ها. ببین آقا جون بلیط گیرم نمیاد، کجا برم؟ شما که گفتید من آشنا دارم که آقای پیر. بابا جان من همون آدمی که توی اون آژانس هواپیمایی بود بهم گفت وقتی که قرار شده این شاپسنگه بخوره به زمین و همه اومدن بلیط هند خواستن، یه دونه بلیط هم گیر نمیاد، همه هم میخوان برن رو دریا تو قایق بشینن توت فرنگی بخورن و بمیرن. این که معلومه، این که معلومه همه لذت آخر دوست دارن که در حال توت فرنگی خوردن روی قایق و تو اقیانوس جونشون از دست بدن. اصلا این که معلومه. این پولتو بگیر، مثل که من قراره تا آخر عمرم تو همین مغازه کپه مرگمو بزنم. آقای پیرزس ولی اینجا مغازه منه. مغازه توه؟ بله. یعنی چه مغازه؟ آخه ببین سایه جان، اون موقع قرار بود من برم هند به آرزون برسم، حالا که نشده قربونش که. نه ولی ما با هم قرارداد بستیم. اگه قرارداد داشت بستی بابا شما تو حرف نزن. اه دخالت میکنه، تو شیر کاکائو تو بخور. ببین سایه جان این پولت حاضره بگیر، اعصاب منم به هم نریز. من امروز به اندازه کافی اعصابم مرد شده. قرارداد داره باهات که کار درستی نمی‌کنی. خودتونم اونجا قرارداد بستم شاهد دارم. آقا جان من میگم من هرس نده. من ببین اگه اینجوری مغازه مال خودشه، وقتی شما بزورم شما متوسل بشید من تا آخر نفس مغازه مال خودشه. شما قرارداد دست به من چه به من وقتی با قرارداد می‌بندی الان می‌خوام باش دعوا کنم. من که می‌دونم می‌خوای الان نفستو می‌برم یا پولو بگیر یا نمی‌برم مغازه خودم. نکن، گفتگو کن، نگوشیت کن، دم مرزی، تو گور میذارم خودم نشونت دارم که خودم حرز کنی. منیجه؟ بله اردل. یه لطفی در حق من میکنی؟ بله اردل، هرچی باشه من انجام میدم. بله این کاغذ قلم دستته، یه چند تا اسم میگم بنویس، میخوام یه اعترافاتی بکنم. اعتراف؟ باشه چشم. من روم نمیشه، تو به اینا زنگ بزن بگو که منو ببخشن. میشه؟ بله اردل میشه، بگو. آقای پیردوست. آقای پیردوست؟ اردل میگم چه کاری در حق آقای پیردوست کردی مگه؟ یه چند تا شیر کاکائو هم مغازش ورداشتم، پولشو ندادم. چی کار کردی؟ چند تا بود حالا اردل؟ حدود 85 تا. اردل 85 تا که دیگه اسمش میشه دزدی؟ میدونم. دیگه بگو ساعت. آخه آقای ساعت گناه داره، چی کار کردی اردل؟ اون موقعی که ما کارآگاه بودیم خب حقوقشو که میدادن من بهش بدم، نصفشو برمیداشتم هر سری. نصف حقوق آقای ساعتو؟ اردل یکی دوبارم که میخواست ترفی بگیره من زیرابشو زدم. اردل از تو بعیده، بگو دیگه. بازم یه چیز، این آقای باقری همسایمون. دیگه به آقای باقری چی کار داشتی اردل؟ یه روز ماشین نو خریده بود از این آخری مدل، من با ته قاشق طول ماشینش خط انداختم. اردل یه بارم شیشه شکستم با آجر. اردل بگو که دیگه از این اعترافات نداری آخر عمری. یه چند تا دیگه هست. چیه بامشا، چیزی میخوای بگی؟ آره کجا فهمیدی؟ از بس که قیافت تابلوه. راستش آره، میدونی چیه عیال، میخواستم این دم آخری که داریم میمیریم یه سری چیزا رو بهت اعتراف کنم. تو خیلی آدم صادقی هستی، بگو. بگم؟ خب میدونی عیال، راستش یادته من بهت میگفتم که من دارم میرم سر کار؟
دروغ میگفتم، من با اردل و کوروش میرفتیم ماهیگیری. میرفتی ماهیگیری؟ قراره که ناراحت نشی. نه من قول میدم که ناراحت نشم. بعد البته بگم ماهی نمیگرفتیم، یه بار یه کوسه دیدم ولی تو آبکش گرفتم در رفت. آها دیگه؟ دیگه قول دادی ناراحت نشی. من قول دادم. اون انگشتر گرون قیمتی مادر بزرگت یادته؟ من اونو بردم فروختم، با اردل کوروش رفتیم یه هفته کله پاچه زدیم. بام شد. انگشتر عتیقه مادر بزرگ منو فروختی، رفتی کله پاچه ریختی تو شکم دوستات. آخش خیلی چسبی داره. بگم بگو. ناراحت نمیشی آینا؟ نه من مثلا قیافم شبیه آدمای ناراحته. بام شد. یکی دیگرش این بود که یادت من میگفتم رژیم غذایی گرفتم دارم میرم بیرون پیاده روی. خب دروغ میگفتم، میرفتیم با اردل یک چلو کباب چرب میزدیم. ببین من اینو یه مقدار همچینی درست حسابی باورم نمیشه، به خاطر اینکه یه بار خودم روی ترازو دیدم که تو 10 کیلو وزن کم کرده بودی. نه اونو ترازو رو دستکاری کردم. آهان چیز دیگه ای مونده؟ گل بدید ناراحت نشید دیگه. بالاخره ببین این چیزایی که گفتم داریم میمیریم و دیگه بازم مونده یه دو سه تا دیگه مونده. نوشتی؟ بله نوشتم اردل. آقای محبی کی هست؟ معلم کلاس دوم ابتداییم بود. خب یه بار انشا گفته بود بنویسین، من با اینکه انشا نوشته بودم تق زد تو سر. اردل بعد من شبونه رفتم دم خونه ماشینشو آتیش زدم. اردل چی کار کردی؟ اردل من نمیدونم این همه آدم، میدونی چند تاست؟ 35 تا شدم. بله 35 تا. اون وقت من نمیدونم تو این مدت کوتاهی که داری من اصلا میتونم رضایت همه اینا رو جلب کنم یا نه. بگو دیگه نیست. یکی دیگه هم هست. کی اون وقت؟ نمیگیرم چی میگردن. خودت. من چی کار کردی اردل؟ بگو که چی کار کردی؟ یه بار پول گذاشته بودی برای خودت مانتو بخری؟ خب اون پوله رو که گفتی کلاغ برد. من ورداشتم عینک آفتابی خریدم. عینک آفتابی خریدی؟ خب میذارم سر جاش. ای غیر رومانتیک. دست بابای منو تو شکستی. آره دیگه میدونی آخه اون خیلی من رو تحقیر کرد. من هم ناراحت شدم یه پوست موز انداختم شب. یکی دیگه هم مونده بگم. یادته میگفتم من به تو خیلی علاقه دارم؟ آره همش دروغ بود، من اصلا هیچ علاقه‌ای به تو نداشتم. من میدونی من به خاطر پولای زیاد بابات باهات ازدواج کردم. البته بعدن کم کمی علاقه اومد تو زندگی، ولی اصلا دوست نداشتم. تو به خاطر پولای بابا مامان ازدواج کردی؟ آره آره دیگه. چیزی بذار بگم، یادت من یه عکسی داده بودم که چیز با لباس کاراته بودم، خیلی خوشی کرد، شاید 58 کیلو. تو به خاطر پولای بابا مامان ازدواج کردی؟ آره آره اون عکس رو بذار بگم، اون عکس من نبودم، کله خودم چسبونده بودم روی عکس پسر خالم. ببین من آخرش هم گفتم یه چیزی تاش گفتم. تو به خاطر پولای بابا مامان ازدواج کردی؟ آره ناراحت شدی؟ نه من اصلا قیافم شبیه آدم های ناراحته. یه ذره برو بیرون بابشو.
گفت قرار شد که ناراحت نشی دیگه. ببین انقدر سعی کردم لبخند بزنم تمام عضلای صورتم درد میکنه. برو بیرون. چرا این کار با من میکنی عیال؟ چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستی. ببین بام شو، ترجیح میدم همین چند ساعتی هم که مونده ریخته تو نبینم. عیال این چه حرفیه میزنی؟ تو داری به یک آدم با شخصیت با کلاس توهین میکنی. آره نگی جایی بام شو، من دارم میرم. عیال ما دیگه هم دیگر نمیبینیم. های های چی؟ گفتم های دل عزیزی، ما چند ساعت دیگه هم دیگر نمیبینیم. من برم دیگه نمیام. بام شو برو به سلامت، خدا نگهدار. دیگه هم دیگر رو نمیبینیم. خدافز. هم دیگر رو نخواهیم دید. بی وفایی، بی وفایی، دل من، دل من از گستی دارون شده. کیه؟ کیه؟ منم. لحظات آخرم نمیذارن آدم راحت باشه. سلام عدل خانم، ببخشید مزاحم شدم. بله بله. مجد خانم منو انداخت بیرون. اگه ممکنه میتونم بیام اینجا بمیرم. بابا این لحظه آخر عمری هم دست بر نمیداره نه این کارو. حالا بیام. بابا این کاره یعنی چی؟ چند ساعت دیگه دارید به سلامتی میمیرید. میره به کارش. الان موقع دعوا ساخه. منم همینو میگم عدل خانم. بام شو صدای تو یکی رو دیگه نشنوم. اصلا میدونی چیه اردی خان، من دلم میخواد این چند ساعتی که از عمرم باقی مونده زن این بامشوی پلید پول پرست نباشم. نه نگو مجده جان، تو حتما این چند ساعت میتونی این بامشو رو تحمل کنی. تو واسه خودت یه چی میگی یا چند ساعت چیه؟ من چند دقیقه دیگه نمیتونم این بامشو رو تحملش کنم. به من میگه من به خاطر پول بابات باهات ازدواج کردم پلید. باب نه بابا جان من، من ببین بامشاد با اینکه عقل درست حسابی نداره ولی عروس صداقتش اومده لحظات آخر یه چیزی بگه. به خاطر صداقتشه که این حرفو زده. شما هم کسی میاد پیشت اعتراف کنه باید تحمل شنیدنشو داشته باشی. ها مثلا یه نمونه، خود من چند وقت پیش منو بامشاد و کوروش شعرهای منیجر رو که برای من گفته بود و برداشتیم رفتیم خوندیم. آهای خندیدیم، آها اینقدر خندیدیم، اینقدر خندیدیم. خب من این چیزی که الان دارم میگم عروس صداقت همه، وگرنه خب منیجر الان ناراحت نمیشه. درسته منیجر؟ تو چی کار کردی اردل؟ ناراحت شدی؟ در روز آخر عمرم شعرهای منو مسخره میکنی. بابا من کی مسخره کردم؟ پس چی کار کردی؟ همین کار کردم. حالا که بیرون خونه موندی و فهمیدی که چجوریه اینجوریه. گرفتم الان چی میشه. اردل یادت باشه با من چی کار کردی؟ شیش گرفتاری شد. من که کاری نکردم مجده خانوم. تقصیر توه دیگه، خیالت راحت شد خوب شد؟ تقصیر منه؟ آره دیگه تقصیر خودت. به شعر من اینجه خانوم آوردی خندیدیم. خنده دار بود آخه. واقعا خیلی خنده دار بود. چیکار کنیم حالا؟ میگم این خانومه رو ولش کن. بریم خونه ما مجردی بمیریم، یک حالی میده. آره آره اصلا یه دنیایی داریم. برو برو. شما ها واقعا خجالت نمیکشید؟ چرا؟ منو نگاه کن پدر، منو نگاه کن. داریم با هم دعوا میکنیم تو این ثانیه های آخر که همه دارن میمیرن، اونم سر پول. ببخشید تقصیر من بود. نه بابا جون من اشتباه کردم کوروش جان. تقصیر هر دو تونه. پدر شما باید الگوی من باشی، الگوی مردم باشی. نگو دیگه کوروش جون، نگو دیگه، خجالت هم نده. ببین سایه جان من شرمنده تو هم خجالت میکشم. اصلا مغازه مال تو. اختیار دارید آقای پیروز، من مغازه رو میخوام چیکار کنم؟ من که باید فردا بمیرم. مغازه رو نمیخوام، مال شما.
ببخشیدم دیگه رو ماچ کنیم. پس من چیه؟ من یه شایادم برای اینکه من کل این مغازه رو با اجناسش 5 میلیون از شما از چنگ شما در آوردم. من کلاهبردارم. واقعا که واقعا بابا جون این مغازه مال خودت، من نمیخوام. مال شما، من مغازه نمیخوام، میخوام مغازه رو چیکار کنم؟ بالاخره ببین من اشتباه کردم، مغازه مال تو عزیز من، من مغازه رو نمیخوام. میخواد بگید یعنی با من قرارداد بسید؟ قرارداد به درد من چی میخوره؟ ولش کن، من باید بمیرم. خب مال جفتتون شریک باشین با هم مغازه رو. آقا جون مغازه مال جفتتون شریک میشین با هم دیگه. نس باشی سایه جان. باشه پس حالا که اینجوری شد به یه قرارداد جدید بنویسید. ای بابا یعنی شو تو الان میگفتی قرارداد بی ارزشه، یهو زدی زیر حرفت. خب آخه الان فرق میکنه آقای پیردوس، الان من باید نصف مغازه رو اول به شما بفروشم بعد با هم شریک بشیم. چه حرفایی میزنی؟ آقا تو هم گیر نده، حالا چه فرقی میکنه؟ خب آقا جون چند؟ چند؟ نصف 5 میلیون میفروشم. تو دیروز 5 میلیون همه این مغازه رو با اجناس خریدی، حالا 5 میلیون نصفشو میخوای بفروشی؟ آقای پیردوس میدونید که تورمه دیگه، من چیکار کنم؟ ای بابا تو عجب آدم بدذاتی هستی، من اصلا نمیدونستم به خدا. آقای پیردوس ناراحت نباشید، خب چه اشکالی داره؟ تورمه دیگه، عوض شما قرارداد در بیار الان شروع کن امضا کردن. من میام خونه با هم دعوا نکن، مواظب خودتون باشید. دست درد نکنه منیت، خواهش میکنم منیت. آخه تو باورت نمیشه اگه بدونی چیا به من گفت. بعد از چند سال زندگی داره به من میگه من به خاطر پول پدرت باهات ازدواج کردم. مجده جان اصلا خودتو ناراحت نکن، باور کن همه مردا همین جورین. اصلا من نمیدونم تو با این همه خواستگارای خوبی که داشتی برای چی اومدی با بامشاد ازدواج کردی؟ میدونی اصلا ببخشید از سر تا پاش همجور بی فرهنگی میباره. البته منید بامشاد اونجوریام که تو میگی نیستا، از خیلی از مردای دیگه که ارزه کار کردن ندارن و بعد از اینکه ازدواج میکنن جایی که برای زنشون یه خونه بگیرن تو خونه پدرشون هنوز با زنشون زندگی میکنن خیلی بهتر. البته مجده جان ببخشید منظورت چیه؟ منظورم کاملا واضحه منید. ببین اگه منظورت اردله ها، اردل انقدر قلب رومانتیک و رعوفی داره که دلش نمیاد پدرشو تنها بذاره. بعدم میگه هنوز کاری که در شأن اردل باشه پیدا نشده براش. من نیست اینو دیگه جایی نگی به خاطر اینکه جوک سوال میشه ها. ببین موجی اصلا تو از همون بچگیت به من حسادت میکردی. آها ببخشید تو چی داشتی که من میخوام به تو حسادت کنم؟ ببین هرچی نداشتم، مثل تو بچه دماغو نبودم، دماغم تو اینجا بیاد. آها وای چقدر بامزه. من نیز حرف دماغو پیش نکش که اون وقت هرکی ندونه من میدونم که تا قبل اینکه اون دماغ عمل کنی چقدر دماغ داشتی. که خودت چی که توی 15 سالگی 150 کیلو بودی؟ میگم خوب شد خودتو لاغر کردی مشته جو، وگر همین آقای بام شد هم با تو ازدواج نمیکرد. من تاق بودم. منید نذا بگم که بابا چه بدبختی ها کشید که تو رو فرستاد دانشگاه. یک شاگرد تنبل بودی که مجبور شد 1000 تا معلم بگیری که شاید یه جورایی رتبه 1000م دانشگاه بشی. ببین مشته جان من دارم سعی میکنم خونسردیم الان حفظ کنم، ولی نه حفظ یادت رفته که من همینجوری خیلی راحت درس خوندم و ددی هیچ پولی خرج من نکرد و شما بودی که 100 سال برای همین دیپلمم زحمت کشیدی. 100 سال نبوده، همش 3 سال بود منید، اونم به خاطر که پایم قوی تر بشه. عین تو خوب بود که نفر 1000م دانشجوی دندان پزشکی شدی، آخر سر نتونستی یه مطب بزنی، همین اردیخان واسط یه یونیت گرفت. کاری شاییو نریختم رو سرت ساکت منی... شد. میگم که بامشاد جان بیا میخوام خودتو ببینیم عزیزم. بابا چه حرفایی میزنی ها؟ دست درد نکنه. بعد مدت ها اومدی منزل دیگه، چای دیگه لطف کردی. میگم که خانومت وقتی خونه نیست، البته خب جاشون خیلی خالیه، ولی وقتی خونه نیستن یه جورایی چقدر ساکت، چه آرامشی داره. وقتی هستن صداشون اینه اره برقی میره رو اعصاب آدم. عجب چایی. به چه چایی؟ میگم که ببخشید شما عیالتون واقعا خودشون اون چیرا رو گفتن؟ خیلی قشنگه. مرگ؟ شعرهای عیال منو مسخره میکنی؟ نه جدی میگم، باور کنید یه سرمایه گذار پیدا شه حیف این شعرها رو چاپ کنید. خیلی مسخره میکنی شعرهای خانم منو؟ خب مسخره هست دیگه، چرا دروغ بگم دیگه؟ آره دیگه مسخره شکلته کلم.
خانومت یه روز در میان عین این مشک پرتت نمیکرد تو راه رو. منظورت چیه؟ هیچی، شوخی کردم. من با تو شوخی دارم. پس برای چی شوخی میکنی؟ شعر خانم منو مسخره میکنی؟ خب مسخره هستی که، خیلی هم زشت و مسخره است. آیه صدای خانومت هم مثل اره برقی میمونه. درست صحبت کن، حالا که اینجوریه الان میرم دست خانومم میگیرم دیگه نمیذارم پاش خونه تو اردل بذاره. کار خوبی میکنی اتفاقا. آره بی ادب. مجده جان حواست باشه داری به من چی میگی؟ من بیارزه و بی دست و پا ماره؟ پس تو بیارزه و بی دست و پا نیستی، مثل که یادت رفته تا دو سال پیش آژانس میگرفتی میمدی خونه ما که بنده کفش تو من برات ببندم. معنی آها بنده کفش منو تو میبستی. ببین تو این چاییو نخرم رو سرت بگو که یادته که تو چند سال پیش به سوسک میگفتی سوکس. من به سوسک میگفتم سوکس، پس چطوری حالا به سوسک نمیگم سوکس؟ خانم پاشو برید. مجده خانم لطفاً پاشید تشریف ببرید منزلتون. ببخشید آقای عدی خان، اینجا منزل خواهر منه، تا هر موقع دلم بخواد اینجا میمونم. حیات گفتم پاشو بریم خونه. من یک دقیقه تو این خونه دیگه نمیتونم بمونم. پاشو بریم. آقای بامشاد من اصلا به شما اجازه نمیدم که با خواهر من اینجوری صحبت بکنید. مظلوم گیر آوردی خواهر منو. خانم شما چی کار دارید؟ دارن زن و شوهر دعوا میکنن، دعواشونو بکنن که نمیخواد اصلا. آقای عدل شما خیلی دارید وسط زندگی خصوصی منو با هم شده دخالت میکنین. خصوصیه؟ بله خصوصیه. پس چی؟ وقتی وارد زندگی زن و شوهری یک زوجی که چند سال با هم زندگی میکنین دخالت میکنین، یعنی دخالت کردن در زندگی خصوصی این زوج. جمله بندی رو بله. باشه بریم بیرون. باشه. شما با من درست صحبت با سر من داده بیداد نکنید. خانم وقتی من وقتی دارم به من آقا نمیخواد بکشیش. آقا پیروز این دیگه آقا دارم حرف میزنم، یه ساعت دیگه خودش میمیره. بلشون چی شده یه ساعت دیگه خودش میمیره؟ یه خودش میمیره. آقا من اصلا از این برنامه میخوام استعفا بدم برم. برو بابا تو هم استعفا بدم. استعفا بده، خود استعفا بده، برو دیگه. کشتی ما رو. من کم شده هیچ کی گوش نمیکنه. خب اگه باشی با مرخصی میکنی یه چند روز مرخصی بدید کیشی جای یه جا برم دیگه. برو شیش ماه مرخصی برو. هر جور من که دنباله میام. حالا من مربوط نیست که خانم وقتی شوهرتون میگن پاشید برید خونتون، پاشید خونتون. آقای عردی خان من خودم آدمیم که تمام تکلیف زندگی خودم باشه. فرشت نباشه نمیتونی. آقا شاب سنگه رد شد، نمیخوره، دعوا نکنید. شاب سنگه رد شد. آبا شما اینا کیه بوده؟ بها آقای پرشندی سلام علیکم. حال شما چطور؟ کجا تشریف داشتین شما؟ شهرستان بودم. مثلا پلو خاله ساید آقا سگاری؟ آره مبارکی چی شد؟ کی مبارکه؟ قبول نکرد. قبول نکرد؟ اصلا حیف شما نبود به این خوشتیپی ایشون از دست دادم در حال کیس به این جالبی رو. خب ایراد الان چی کاره ای؟ حالا میخوام برم یه جایی. بس کار نداری؟ بری ماهیگیری شبانی آر تو دی تو هم نیومد. بعد باسیم 400 سال دیگه سی تری پیو بیا. بدم این چند بدون رو بیا بگیم. بفرمی جان. خیلی خوشحالی. به سلامت جایی میخوام برین؟ بله پدر جان. میدونین چیه؟ اردن امروز میخواد منو ببره پیکنیک. میخوایم بریم بزنیم تو دل طبیعت. اخ منم حوصله‌ام سر رفته. منم بیام با تو. منیژه بجم دیر شد بابا. بیا. اردن من کاری ندارم دیگه، ولی این سیخا کجا بود؟ من خیلی دنبالش گشتم. اینا زیر کابینت بغل ظرفشویی پشت زیر کابینت ریخته بود و پایین. ای بابا اردن میگم که کی گذاشته بودشون اونجا؟ من نمیدونم. من آشپزخونه دست نزدم. من گذاشتم پدر من نمیدونم. شما گذاشته بودین اشکال نداره. میگم پدر جان میشه که از این به بعد وسایل آشپزخونه رو ببخشید و جا به جا نکنین، چون من خورده حساسم رو وسایل آشپزخونه. اردن زود باش. من دست نمیذارم دیگه. پدر جان چه کاری شما میکنی؟ تازه عروسه، به وسایل آشپزخونش حساسه. نمیدونستم شما دست به وسایل آشپز بی خیال شو. دست دست آره بابا. از زود باش دیگه. چی کار کنم؟ فلفل دلمه برای چی آوردی؟ خب خوبه لازم میشه اردن. میگم کجا بریم؟ نمیدونم اردن چه رمانتیک.
بریم یه جایی که میدونی هوا خوب باشه، هر جای بیرون از این شهر. من میگم بریم لواسون، یکی از دوستای منم هست اونجا، شاید بتونیم بریم باغ اونا. اردن؟ ددی منم تو لواسون یه دونه ویلا داره، خب انقد قشنگه، ولی اصلا کلیدشو نمیده به هیچ کس، اون وقت بره اونجا. آره خوبه لواسون بریم؟ نه که خوب بریم دربند. دربند؟ هم غذاهای خوبی داره، هم یه قیلون حساب میگه. باخ گفتی قیلون، من میمیرم واسه قیلون. اردن؟ میگم که اصلا جلوی من حرف قیلون رو نزن، خب میدونی که من به دود حساسم. آهان بله خوب باشه. پاشو اون چیزها رو فلاسکو آب گرم بریز بیار، اون دوتا هم بگو بیان. تو این کار رو بکن، ولی خب من خب بگو آن حاضرشن دیره. آره پدر جان چه کاریه جلو این هی حرف دود و قلیون، این بدش میاد، این تازه عروس حساسه بابا، این الان رو همه چی حساسه. نگو راجب قلیون چی کار داری با. بله اومدی کیف منم بیار خب. بله باشه باشه. چی کیف تو بیارم؟ بله اینا رو نیارم الان. بیارم. اومدم. چه کاریه هی میگید قلیون؟ با صفایی، با صفایی. بام شد، بسه، آواز نخون، برو حاضر شو، دیر شد. باشه، این پیان خوبه؟ آره خوبه، بله. سلام. هنوز آماده نشدی که بخوایم بریم پیکنیک؟ چرا من حاضرم، این بام شد آماده نشده. باشه، خواهر زن عزیز، به این شوهرت عدل بگو تو والیبال امروز بدنشو کبود میکنم، من قسمت میزنم. حالا میبینی، حالا میبینی. بام شد، برو حاضر شو، دیره. همه چی برداشتی؟ آره همه چی، فقط منقل برای کباب میخوام. ما داریم تو ماشینه. خیلی خوب باشه. ولی میدونی چیه، پدرم در اومد تا سیخای کبابو پیدا کردم. پدر شوهرم حواس پرتی داره، همه چی میذاری یه جایی که من یادم میره. من نیست، تقصیر خودت که از روز اول قبول کردی با پدر شوهرت زیر یه سقف زندگی کنی. نه نگو، مهربونه اینا، فقط یکم حواس پرتی داره. همین دیگه، این حرفای تو دیگه، مهربونه حواس پرتی داره. بریم بامشاد، دیره. بریم. برو، اومدم. خب تو هم این وایسادی میگه بریم دیره. بامشاد. بامشاد. بله اومد. این کته خوبه؟ ببینید. اینهو بچه ها میمونی بام شد. ده دفعه گفتم این کت مهمونیته، واسه پیکنی نبوش خراب میشه. حالا پوشیدی بیا بریم دیره، اشکال نداره. بریم. با وفایی، با وفایی دیر من. پدر جون شما چرا زحمت میکشی بابا؟ زحمتی بابا. باش باش ما آماده ایم بریم. وایسا یه جا دیگه با هم شا. باشی توپ وایسا. خب چیزه بریم الان نمیرسیم، ما دیره ها. قلقل از جاده ها بریم. یک والیبالی بزنم همش آبشار تو سره. تو والیبال میزنی؟ تو زندگیت والیبال بازی کردی؟ تو گلیا پوچش هم بلند میشم رو هوا یک سوم میزنم همه. تو بلند میشی تو این تو هوا با 670 تن وزنته بلند میشی هوا. ما الان داریم میریم پیکنیک. بله کلکل و کریماری هم چی نداریم. نداری بفرمایین دیره. در عمل له میکنم. میگم عیال نهار امروز چی به قرار به ما بدی؟ ببخشید داریم میریم پیکنیک، از بشور به پزه توی خونه راحت باشیم. همه وسایلم آوردم اونجا، نهار درست کردن دست آقایونو میبوسه. مجده میگم اصلا اینو نگو، گناه دارن این آقایون، این بام شده اردن میخوان تفلکی و والیبال بازی کنم. تو دیگه شورشو در آوردی، یه ذره بیا تو باغ ببین چه خبره. بابا جان خیلی خوب، ما اونجا آشپزی میکنیم، خانوما والیبال بازی کنن. خوبه اینجوری بریم الان دیره. بعد وقت کم آوردی نه؟ درسیدی والیبال لهت کنم، اما آشپزی تو درست کن. وای وای کتلت درست کن. تو والیبال منو له کنی؟ بلند میشم اسپک میزنم توپ بره تو حلقت بیفته تو شکمت، از این که هست گنده تر شه. هرکی خواه نگید جای دیگه، راه بیافتیم جاده ها بریم شلوغه. ببخشید خب، ببخشید دیر شد، معذرت میخوام. ببخشید الان رسیدم، بریم دیگه. کجا بریم؟ بریم پیکنیک، جاش فرق نمیکنه، هر جو شد. سایه جان برو تو خونه بشین گوشه خونه، حوصله‌تو ندارم دوباره شروع نکنم. قربان ببین من نفت آوردم، ببین من براتون کباب درست میکنم، آواز میخونم، خیلی کارا میکنم. سایه ما داریم زن و شوهری میریم، برو بشین تو خونه، برو. خب بابا ول کن دیگه. بریم چقدر آویزونی. آقا ایان
من میتونم یعنی من پشت فرمان بشینم حواس یه رانندگی یه دستی اینجوری کردم. آها ببخشید بام شو من رانندگی میکنم تو اون کنار میشینی حواست باشه پوست تخماتم کف ماشین نره. آخه وقتی که سویچ بد نمیده واسه چی خود تو کنف میکنی؟ بریم خانم سویچ رو بده. اجازه بدید منم بیام. من میشینم من. بله شما اونور میشینید. مرگ اجازه بدید منم بیام. کنی برو! بریم! برو. چیه چی کلافه ای؟ رفتن پیکنیک نگفتن ما هم آدمیم ما هم به تفریح احتیاج داریم. رفتن؟ بله رفتن که رفتن الان از جادم رفتن بیرون دارن کیف میکنن چی چی رو بلش کن؟ اینا همین جوری هن حالا من هیچی شما که پدرشید نگفتن که شما بیا با من بریم چه زمونه نامردی شد؟ حالا نکو ببریم توی بازی کنیم بیا بازی کنیم؟ آره. بریم با هم درد دل کنیم درد دل کنیم یکی پیدا شد با من گفت ببریم درد دل کنیم بریم بریم ببخشید آقای پشندی آخه دلم لکس زده بود بشینم با یه نفر یه دو کلم درد دل کنم آدم پسر بزرگ میکنه بله یه دختر میاد غریبه بعد که میگیره برم دیگه میبره دیگه هیچی نمیشناسه آخ گفتی بله نه بابا میشناسه نه بله. دوست و رفیق میشناسه عجب زمونه شده گذشت اون زمان که دوست رفیقا احترامی داشتن باباها احترامی داشتن آقای پشندی دنیا نامردی شده بابا آی گفتی همین رئیس من تا چهار نفر دورش گرفتن همه رو فراموش کرد باباشو فراموش کرده دوست رفیقشو فراموش کرده اون از اون خواهرزنش که صدای جیغش نمیذاره آدم تا صبح بخوابه تو گوش آدم وزوز میکنه اون از اون باجناقش که یه شکم داره گنده عین این گامبوا همش هم هی آواز میکنه فکر میکنه صداش خیلی قشنگه هی برام آواز میخونه بلند شو طاقت درد دل نداری شو... ما رو بگو ببین با کی داریم درد دل میکنیم این پدر همون پسره دیگه چی گفتی؟ هیچی نگفتی بلند شو اینجا رو جارو کن بو گرفته اینجا رو بلند شو جارو کن اینجا رو چشم جارو برقی رو بیارن وای خوش چقدر زندگی رومانتیک و پروانه یا قشنگیه همه با هم رومانتیک و پروانه یا قشنگه یه روز هم که پاشدیم اومدی بیدیک باید غذا درست کنیم آقای والیبال بازی کنن این دیگه آخر نامردی منید نه اونا هم گناه دارن یه خورده تفریح بکنن قشنگ اصلا کاش میشد من برم توی تلویزیونی جایی به همه جوونا بگم که ازدواج بکنید برید پیکنیک منید بله تو دیگه داری حال منو به هم میزنی میگم نکوبه همین یه بازی بله نکوبه با شکل بله بازی بابا خب یه در من چه زندگی رومانتیکه بازی بلد نیستی بازی نکنی من بلد نیستم تو چر میزنی گندشو در آورده بازی بلد نی بلی چه خانم این همسرتون واقعا شورشو در آورده سوال والیبال نیستی بازی نکنه اینه بچه ها میمونه جر میزنه من اینه بچه ها میمونم بیچاره تو والیبال بلد نیستی چرا شما دوتا اینقدر با همدیگه کل کل میکنید زشته اردل ببین شما دوتا باید با هم رفیق باشین دوست من با این کلوچه رفیق باشم با این پمپ آقایون اگه ایرادی نداره نهار آماده است بیاین آتیش رو درست کنید کبابار بذار روش بپزه البته اگه گرس نتونه همتین برو ببینم برو آتیش درست کن بگن ما هم یه کاری کردی من آتیش درست کنن بگن تو کاری کردی تو خیلی کار میکنی بگم اردن میشه بیای کباب درست کنی بعد منو مجدی اینجوری والیبال بازی کنیم با هم آره بله بیا حالا بدیم موافقم من که چک پر والیبال پاشو بریم ببینم تو به والیبال بده من ببینم بیا ساعد بلدی بزنی آله. بیا وایسا ساعد پنجه که نبزن بگیره وای چه رومانتیک بیا برو وایسا نتره کی یوری یه کاری بکن چیکار کنم تو فشار بده میاد چی نمیشه
بزن. بام شد به خانومت بگو پاشا تو زندگی من بکشی کنارا. با این شکمم بلند میشنم میزنم دهن تو خورد میکنم. حواست باش به عیال من درست باید. بابا شکمت وصله دفاعیته؟ آره. ببین یه بار دیگه اینجوری صحبت کنی بلند میشم رو هوا میام رو صورتت با این شکم کفت میکنم. تو اینجوری من هی با زبون خوش با تو حرف میزنم تو حالیت بشو. ای اردن بلش کن علی خان. ای میگن بامشا اسمیخو بذار میره تو چشه. سلام آقای پشندی. سلام علیکم. بله سب کن. چی فرمودی؟ میگم اون تحت دل کار نمی کنه. چه خبره؟ کی شده؟ شما به من گفتی خب جارو کن. من دارم جارو میکنم دیگه. عجب گیری کردی ما. خیلی خب حالا چه ناراحت میشی؟ برش که با یه خود بازی کنیم. بازی کنیم؟ آره. با چی؟ با این دستگاه؟ بله با این دستگاه. آقای پشندی این منیژه خانم جونشو به این دستگاه خیلی حساسه. هر وقت منیژه خانم نباشه من اینجا بازی میکنم. من حرفی ندارم ولی اگه منیژه خانم بیاد بفهمه اون وقت کار دست اون میده. اینقدر منیژه خانم نگو. اونها یه آدم بودن ما رو میوردن. بله الان باید با این بازی کنی؟ بله. و اگه خراب شد جواب منیژه خانم خودت میدی. ای داد یا بیداد. باش دکمه بزن. دکمه؟ دکمه بزن. آخه این چه باحاله. باحاله چقدر خوب آقای پشندی. نمجا پاشه چراغم دار آقای پشندی. من کورم نمیدنم. بله چقدر خوب. پشنگه دیگه چه چیزایی داره دیگه چه چیزه این چی؟ اه چه جوری کردی؟ این چرا کنده شد؟ اب نداره، اب نداره، اب نداره. آقای پشندی آخه این اب نداره. آخه منیژه خانم بیاد بفهمی چی کار کنه؟ باز بگو منیژه خانم اب نداره. حالا جاش کجاست؟ همینجا بود چی در بردی؟ یه چی در بردی؟ کوروش، کوروش، تویی؟ توی کوروش کی پس ببخش این چیه جواب ابزار دیگه تو ببینم از کارهای سررشته از کارهای فنی سررشته داری من آره. نه بابا آره. من آره آره من نه من آره بابا من هنرستان فنی خوندم دست به آچارم دستم به من ببین من یه کاری کردم یه غلطی کردم دست گل باب دادم این یونیت دندون پزشکی منیجر خانم هست اومدیم با آقای پشندی بازی کردیم خراب شد بیا یه دقیقه بریم درستش کن من فقط میتونم یه سرویس کلی و اینا بکنم لازم یاد که بخواد بعد بری بخری هر کاری بخوای من برات میکنم هر چی بخوای من برات میرم بابا آدم خوبه یه کاری بلد باشه ولش نمیکنن بیا اجازه بدین چی شده الان ایراد این کجاست ببین کوروش من اومدم این ماسکشو اینو در آوردم دوباره که گذاشتم سر جاش اینجوری شد یکی اینه یکی هم این پایین الان خب یه دور دور برو منو شلوغ کن پایین باشه باشه چی دارم چی ندارم الان خب بسیار خوب تو رو جونه هر کسی که دوست داری یه جوری سر هم بندیش کن این منیجر خانم نفهمه اگه بیاد پوست سرمون میکنه اجازه بده تقصیر شما شد دیگه آقای پشندی گفت یه بازی کن گفتم یه بازی کن گفتم دیگه به هم بزن من الان اینو درستش میکنم نه اینو الان نه باز درست میشه چی کار میکنه؟ نمیدونه باس هرمون درست بشه از این درست شو اجازه یه لحظه
اینو الان درست شد؟ الان درست بشه یه دواز سلامتی پاشدیم اومدیم پیکنیک اومدیم تو دل طبیعت خوش بگذرونیم میگم هنوزم خیلی دیر نشده ها ببینین مثل دوتا باجناق خوب مثل دوتا پروانه رفیق باشین روی همو ببوسین من روی اینو ببوسم؟ ببینید من معذرت کاری نمی کنم و حرفو من پس نمی گیرم تا این یارو معذرت کاری نکنه آره حتما از تو من معذرت کاری خواهم کرد جای اینکه اینقدر با هم جر بس کنید اقلا یک کدومتون بیانین کبابا رو باید بزنید از دست افتادم واقعا راست میگید باشه یه کبابی باید بزنین ها صبح تا شب خونه زحمت میکشن تو میخوای اینجا کباب بخوری تو دیگه صحبت نکن کدو تنبل تو بگی کباب باید بزن نمیمیری که اردن ببین این پیکنیک داره شبیه همه چیز میشه غیر از یه پیکنیک رمانتیک قشنگ تازه میخوایم با هم بریم قدم بزنیم رمانتیک رمانتیک یه چی بگو به قد و قواره این دوتا بخوره رمانتیک مرگ داره میگه واقعا یه چیز بگید بریم باقالی بخوره آخ کجاش رمانتیکه این من ایجه خانم ببینید شما خواهر زن من هستید احترامتون واجبه ولی خواهشاً جلوی من به این یارو نگید رمانتیک من مرگ، آن نیست خودت خیلی لطیفی همچین؟ تو دل برو درست صحبت کن، بلند میشم بلند میشم، یه گوشمالی میدم خیلی خوب، بس کنید، اعصابم خورد شد، بسه اینقدر داد نزن، سرم رفت چی و سرم رفت؟ خب این دوتا همش دارم با هم دیگه دعوا میکنن، منی؟ والا جیغای ایشون که سر فیلم میبره، چه برسه سر آدمو عیال من درست صحبت کن بزن تو چشش حالا که اینطور شده آقای بامشو لطفا بلند شو دستتو بنداز پایین برو با این خوب بکن تو چشش منی آقا کوروش اینا چیه دادی دست من آخی این مال کجا بود این مال کجا بود؟ اصلا شما مطمئنی داری سرویس کلی میکنی؟ بابا من تا حالا روی یونیتا کار نکردم مدل جدیده. ای میگه حالا بی خودی. اصلا مگه شما روی یونیت دیگه کار کردین که روی این کار نکردی؟ بابا من استعداد فنی دارم. پریروز الان این واشر خونه رو این شیره خراب شده بود. واشرشو عوض کردم. این چه ربطی به واشر شیره آب داره؟ کوروش. خب منم میگم ربطی نداره. من که نتونستم آخر سر واشر رو عوض کنم. زنگ کردیم از خارق اومد. بابا کوروش بدبخت ما کرده. دیدی آقای پشندی چی شد؟ آقای سایر من کاری به این کارا ندارم. من میرم اونجا میشینم. یه چوب بزنم. بلند میشم بعد این درست بشه. من به این کارا ندارم. بابا چشینه میرم اونجا میشینم تا این درست بشه. خودت گفتی بیا با این بازی کنم اگه خراب شد پای من. بابا کمارها رو بزن. من کارم تموم شد دیگه بابا چی کارم تموم شد کوروش زدی خرابش کردی حالا میخوای بری میگی کارم تموم شد من خرابش کردم زدی یونیت دختر تپن مسعود خرابش کردن نشه باش بازی میکردی باشندی به من چرا ربطی داره ببخشید کوروش ما خرابش کردیم جون هر کسی که دوست داری یه کارش بکن اگه منش خانم بیاد بفهمه پوست از سرم میکنه خیلی خوب دیگه باغ زن کن باش ببین برو سر کوچه 12 میدونی کجاست؟ سر کوچه 12 خب آدرس بدادم؟ نه نمیخواد آدرس بده خب بری سر کوچه 12 اونجا شوهر خاله جیجی دندون پزشکی داره بله بهش بگو کوروش سلام رسون یه مشکل فنی خورده یا خودت یه تو که پا بیا یه نفر رو بفرست بیا باشه پس من تا برم تو وقت داری یه دستی سرمون بکش اینا بذارم اینجا بذار اینجا ببین من سرویس کلیمو به هر حال انجام میدم دست در نکنید مشت جان انقدر این اردل آروم رانندگی میکرد و من اصلا خواب هم برده بود اونجا آخه همون شانس آوردی که اردی خان داشت رانندگی میکرد وگرنه اگه تو نشسته بودی پشت همون چراغ قرمز داشتی تخمه میشکست من اصلا تخمه نمیشکونم چون دندان پزشکم خب من داشتم تو چی که 15 بار همچه امتحان دادی همون بار اولی گواهی نامه رو گرفتم تو 16 بار رفتی امتحان دیگه اردل دروغ
داری میگی؟ ببخشید شما برگشتید چقدر زود، هوا که الان روشنه. بابا چیزه؟ اگه اون چراغ مزهر نکرده بود تو چرا دور خودت میچرخی؟ هیچی هیچی، من چیز شده قربان، ببخشید هول شدم. اردن چیزی نشد، به جون مادرم چیزی نشده. این چرا اینجوری کرد؟ بله این آقای نصف سیویل همیشه اینجوریه، یه نموره قراقاته رو داره همیشه. میگم اردر، من میگم که ببخشید ولی نکنه برای پدرت. پدرو؟ اردر! بابا! اردر! آی من اصلا حوصله مجلس ختم و این چیزا رو ندارم. اهم کنیم حال کنیم بابا. بام شد منو چی میگی؟ یه دست لباس سیاه مجلسی ندارم. همون بنده خدا این پیرمرد خیلی حالش خوب بوده، این خاله ساعت بدبختش کرد. بام شد اگه یه روز من بمیرم تو هم میری زن بگیری؟ وای چه حرفیه میزنی. نه باور کن تا شب هفته زن میکنم بعد زن میگیرم. بام شد نه واقعا راستشو بخوای تا سال دو میستم بعد یه زنی میگیرم. بام شد آقا زن نمیگیرم. آهان این شد. پنجره ها رو بکش بالا. دیدی کلاغه رو؟ آهان پنجره ها رو بکش بالا ساکینه رو بعد بیا تو. باشه. الو جیجه گوش کن، میریم بالا شب، میریم بالا میمونیم، بالا میام آر، بعد میام اونجا چالکا، بعد میریم جیلارد. آره صد اصد اون که اصلا صد اصد. کوروش پاشو، اینا اومدن بدبخت شدن. پاشو کوروش، من زنگ میزنم. پاشو اومدن بدبخت شدن. مریضی خانم اومد الان. این چیه؟ این چی کار؟ تو مگه نگفتی بعد از ظهر میام؟ من چه میدونم، حتما هوا بارونی بود دیگه، الان اومدن دیگه. از کدوم ور دارم میام؟ بابا از همین ور که همیشه میان دیگه. کجا این چیه؟ من باید برم یه سرویس کامل دارم. کوروش آقای پشندی، آقای پشندی چه خبره؟ آردا، پدر زنده. دیدی هیچی نشده قربان، ببینی چقدر سعی سالمه. با اجازتو قربان ببینی. آردا بله تو یه کاری کردی، موش مرده. چی رو تدرشکا نکرده؟ این روز در آورده؟ بله آردا اینو بگیر. چرا این شکلی شد؟ تقصیر باباتونه که بیه باهاش بازی کنیم. خب وقتی هم هرچی شد به پای من، منم این کاری کردم. خب منیجه میگنی هیچ کار این چرا همچی شد؟ فسیلیت میگم بابی خود پیر بود دیگه بدن کنم. من تو رو خفت بودم. منیجه رو خوبم منیجه رو ببخش تقصیر منیجه ببخشید. ای باب شد این سرقش کرده. اونو بلش کن، دیدی به خاطر ارث و میراث از الان به جونم افتاد. ببین بام شد من طاقت دیدن این صحنه ها رو ندارم. تو که میدونی منم حساس. این منیت قش کرده افتاده رو زمین. ببین چشی منیت پاشو. منیت خواهر جان. منیت دانه من پاشو. واقعا که این دختر طفل معصوم با هزار تا امید آرزو اومده توی این خونه. اردی خان چطوری رود شد این بلا رو سرش بیاری؟ بابا من واقعا میبینی چه بلایی سر این دختر مردم آوردن. دلم میسوزه دست چه گربه و هیولایی افتاده. تو حرف نزن بابا، صحبت نکن. کسی با نظر تو رو نخواستیم وسط تو این هاگیر واگیر. یه دونه خوبشو میخرم میذارم سر بابا جان. یونیت خراب شده، میدیم درستش کنن دیگه. اون یونیت دیگه درست بشو نیست و قلب من مثل اون تکی تکی شد. معنیش تو اصلا هرسه خور. درست شد که درست شد، نشدم اردی خان یه دونه نوشو واسهت میخرم. اگه نردی من تو رو خفه میکنم میکشم. وقتی یه دونه نوشو خریدی گوشتی سر جاشو و حالت جا میاد. من چند مرتبه بگم تقصیر من نبود. پدرتون گفت بیا بازی کنیم باش، خرابم شد جهنم. پدر جان من اصلا از شما انتظار نداشتم که اینجوری قلب عروستون رو بشکنید. من که عروسی رو نمیخوام. نه نه پدر جان چیزی تو دلش نیست، چیزی همین جوری میگه. چیزی تو دلش نیست. تمام این از قدیم و ندیم این پدر شوهرها بودن که زندگی عروسشون از هم دیگه پاشوندن. بابا پدر شوهر کدومه؟ پدر من عروسشو مثل دخترش دوست داره. این حرفا چیه میزنین؟ ببین چجوری با زندگی دختر مردم بازی میکنه. عیال اینا یک چوبی بخورن چوبشو میخورن. ببن فکر تو حسن میزنم لهت میکنم مثل تو اون پیکنیکا سوسن. نیا این وسط.
نمیخوام با زندگی دو تا جوون بازی کنم. مگر با این شکم تو مثلا اگه نمیخواستی با زندگی دو تا جوون بازی کنی مثلا چیکار میکردی؟ با همین شکم خفن میکردم. بابا بابا بر بیرون بیا گریه نکن اردم. بله اون یونیت تمام زندگی بابا بردو. من درستش میکنم، من و یونیتو درستش میکنم. درست هم نکردی بب. اصلا میدونی چیه علی خان؟ من معتقدم که ریشه تمام این اختلافات زیر سر پدر شوهره. بابا جان این... نه گوشت من پدر شوهرمو دوست دارم. پدر شوهرشو ببین. پدر جان دیدی چه عروس مهربونی داری؟ چه عروسی مهربونیه؟ بله؟ چه عروسی مهربونیه؟ اگه عروس مهربون بود منم میورد پیکنیک. بله خیلی خوب، حالا ما حل میکنیم. خیلی خوب. آی بابا من فکر میکنم حق با پدرتون باشه. پدرتون سر قضیه نبردن پیکنیک ناراحتن، وگرنه چیزی تو دلشون نیست. وگرنه چیزی تو دلشون نیست. نه اصلا چیزی تو دلشون نیست. نه من حرام میکنم. الو سلام دادی جان، حال شما چیه؟ کارتو بگو، سر من شلوغه. من باب شدم، شناختی؟ بله صدا شناختم. راستش یه مشکلی برای منیجه خانم پیش اومده، خواستم بهتون بگم. مشکل؟ تو زندگی منیجه؟ بله میدونید چون... من میکشم اون کسی که تو زندگی دختر من مشکل بندازه. بگو چی شده؟ میدونید چون بالاخره شما پدرش هستید و بزرگش هستید، بعد بالاخره این مسائل به شما میگفتم. میدونید منم دامادتونم دلسوزم، گفتم که اینو بگم. نه ولش کن. چی رو ولش کن؟ یالا بگو تا تلفن رو سرت خراب نکردم. آخه راستش نمیخوام در زندگی دوتا جوون من دخالتی کنم. نه ولش کن. میگیرم این نارنگی تو دستان لهت میکنم، حرف بزن. بله چشم. راستش میدونید الو دلی جان، این یارو اردله، این یه گرگ خونخوار، نمیدونی چه برای سر این منیجه خانم آورده. اردل؟ بله. اون نامر چی کار کرده؟ غیبتش نباشه البته. بنال او زده یونیت دندون پزشکی رو له کرده. یونیت دندون پزشکی دختر منه؟ بله، اون چیزی که همه چیز اون دختر بود و با چکش و اینا افتاده به جونش. بعد بازم میگم من نمیخوام در مورد این اردله یه موقع بعد بگم و اینا زشته، ولی فکر کنم این یارو اردله دست بزن داره. نه بابا. بله چون خیلی صدای کتککاری می اومد، نمیدونید من در وا کردم و چنان قدرتی لگد پرت میکرد، یعنی اگه من نبودم فاجعه رخ میداد. دستش گرفتم پیچوندم گفتم نکنید کارو فلانو، بعد خلاصه نمیدونید چه فاجعه اونجا بود. بعد میدیدید. گوش کن گامبو، اگه چیزایی که میگی دروغ باشه خودت میدونی که چی میشه ها؟ بله اون که میدون. اصلا خودتون شما تشریف بیارید اینجا ببینید چه کار کرده با این یونیت دندون پزشکی. باور کنید بیاد ببینید. حالا همین دیگه، بیاد ببینید. رو اردل بگو من تو رو میکشم. باشه حتما اینا بهش میگم. باشه خداحافظ. بدبختی اردل. آره مجده خواهرم، پس اون زندگی رومانتیک و پروانه ای که من میخواستم کو؟ بابا منید زندگی رومانتیک و بذار در کوزه آبش رو بخور. حالا باز بگو زندگی رومانتیک. نه مجده جا، من اصلا نمیذارم اینجوری بمونه. من یه کاری میکنم با پدر شوهرم رفیق بشم. ببین اگر آدم میتونست با پدر شوهرش رفیق بشه که اسمشو نمیذاشتم پدر شوهر. حالا تو باز بگو. نه چی نه؟ نگو. من اصلا ساعد و کلن بیرونش کرد، اصلا کلن بیرونش کرد و گفتم آقا چکشو بدن اصلا بره. جناب آقای اردیخان، اصولا زندگی احتیاج به آرامش داره. بله بله. و وقتی که یه عروس و یه پدرشوهر با هم بله زیر یه سقف زندگی کنن، بله بله، توی اون خونه هیچ آرامشی وجود نداره. بابا شما چرا این حرفو میزنین؟ پدر من یه دقیقه عصبانی بود یه چیزی گفت، دو دقیقه دیگه هم اصلا یادش میره چی گفته. راست میگه مجده جان، میدونی پدر انقدر قلبش رعوف و مهربونه. آخی ببینی از این همه احساسات پاک و بیشاعبه، درست گفتم؟ بله. آدم همینجوری آب میخواد بشه بریزه رو زمین.
وای آب شدم ریختم رو زمین. سلامت. من اومدم. صد سال سیاه میخواستم نیایی اصلا. بام شد. کجا رفته بودی؟ ایال رفتم این قابلمه گاز، یعنی قابلمه غذا رو گاز بود. گفتم آتیش نگیره. مگه ما غذا داشتیم روی گاز بام شد؟ خب من رفتم سر بزنم احتیاط دید گفتم اون موقع خطرناک انفجار رو. اردی خان شما بهتره که نحوه زنداری رو از بامشاد یاد بگیرید. از ایشون یاد بگیرم؟ بله. من از ایشون همین جوری دارم چیز یاد میگیرم. همین جوری این را میره من ازش چیز یاد میگیرم. آره. بیشتر نگاه کن قشنگ یاد بگیری جوجه. نزن بابا. اردل زنگ میزنن دارو باز. بله بله چشم اردل دارو باز میکنم. دادیه. ددی هم آمد. بام شاد تو از کجا میدونی که ددیه؟ میدونی من حدس میزنم که ددیه. آهان حدس میزنی که ددیه؟ بله. بام شاد ددی بود. آهان ددی بود. ما توی همین وضعیت فقط ددی رو کم داشتیم. اردی خان من واقعا برای شما متاسفم. واقعا منم برات متاسفم. مزارت میخوام برای چی برای من متاسفید؟ میگم با میشد میخوای ما بریم خونه؟ میکشمت اردن! همه با هم خوب، همه قشنگ، رمانتیک و